کامبود جوان هستم در شبکه مسیح اینجا هم ببارد عیدتون آه بچه حالی داد، حالتون چطوره؟ عالی. حال منم عالی، حال خندمونای تو خونه. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. مخلصم. آقا من متاسفم دور میخورد به سر شما. سالمی؟ من همیشه دلواپس این اتفاقم که اون دوربینا ببین، یه دوربین از اونجا ببینه. پاشو. همیشه اینجوریه. میگیم به نام خدا سلام فلان 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 فلان. دوری میاد. نیا کن. نه نه سنه رو پایین. تو نمیبینی. کسی که اینجاست هیچ وقت نمیبینه. همینجوری داره منو نگاه میکنه دوری. الان ولی خورد. دیگه. ای منصور. خب. خیلی هم عالی. عید قدیر خم به همه شما مبارک باشه، به همه مسلمانای دنیا، به همه شما عزیزان. روز انتخاب امام علی که بهترین سلام‌های خدا بر او باد به عنوان برای امامتشون و خیلی هم درجه و جذاب و باحال و جاودان و بزرگ و مهم و مؤثر. وقتی میگیم امام علی، وقتی اسم علی رو میاریم، یکی از مهمترین نکاتی که به ذهن هممون بلا فاصله ورود میکنه چه واژه‌ایه، چه خصلتیه؟ عدالته. آره، عدالته. چیزی که خیلی هامون ادعاشو داریم و اصلا عمل نمیکنیم و هممون از کوچیک و بزرگ هر روز باید به خودمون یادآوری کنیم که عادلانه فکر کنیم، عادلانه تصمیم بگیریم و عادلانه رفتار بکنیم با همه اجزای زندگیمون، با همسرمون، با فرزندمون، با دوستمون، با خودمون، با تصمیم روزمرهمون، کارهای عادی روزمرهمون عادلانه باشه. یعنی همیشه به این فکر کنیم و همه چی تمرین میخواد، واقعا همه چی تمرین میخواد. مدام توی کوچکترین اجزای زندگیمون باید یادمون باشه که ببینیم داریم عدالت رو رعایت میکنیم یا نه. اون وقت توی تصمیمای بزرگ، توی بزنگاهای مهم زندگیمون هم اونجا میتونه ازمون بر بیاد و عمل بکنیم و بگیم آقا من در حد شعورم، سوادم، توانم سعی کردم عدالت رو رعایت بکنم و بلد باشیم اعتراض و انتقاد رو بشنویم. اینجوری نباشه که کسی بهمون نقد کرد، اعتراض کرد، بگیم نه دیگه تو چه میدونی؟ تو کجا بودی؟ یعنی چی؟ نه، اینجوری نباشه. بشنویم. خیلی خیلی کم میشنویم همدیگر رو. این نکته مهمیه. در یک همچین روزی یادآوری بکنیم به همدیگه که اصلا این روزها اهمیت یادآوریشون، اهمیت جشنشون، اهمیت بودنشون و اینکه به همدیگه تبریک میگیم این معانی توشه. فقط این نیست که بگیم جشن و مبارک باریکلا. و باید حتما به هم یادآوری کنیم که آقا، خانم، آقا، عادل باشیم و حق بدیم به دیگران که به ما انتقاد کنن، نظر بدن، حرف بزنن، غر بزنن و عادلانه گوش کنیم و و و. خب شادی برنامه امشب رو تقدیم بکنیم به همه آدم حسابیایی که عادلن و عادل فکر میکنن، عادل تصمیم میگیرن، عادل فلان. و یه اسمایی رو گفتیم. چی؟ حسن یزدانی. آها، حسن یزدانی. یه دست برای حسن یزدانی جان. آها، کسایی که تو شامپو آب میریزن، کیا این کار میکنن؟ هممون. نه، شما نمیکنین این کارو؟ هر چقدر میمونه دیگه تش ارج اینجوری کنی نیاد میندازی دور. من تا بیخش توشو میشورم.
بعد انقدر چیز میکنم دیگه تشو میشه خورد، انقدر دیگه شامپو نداره، آب معمولیه توش. دیم همدانیا، به به همدانیا، یه دست برای همدانیا. دیگه آخ آخ، کنکوری های امسال که منتظر جواب کنکورشونن، یه دست برای کنکوری ها. خانوم های سوارکار، به به. چی چی چی؟ دانشجو، به خانمای دانشجو. برای به سب کنی پس بده بگو. آنیتا گفتش که برای خانمای دانشجو دست بزنی. اسکی سوارا، اسکی بازا، اون اسمایی که گفته بودین رو بگین بچه ها. آها، کسایی که حتی تو تابستون جلوی کولر هم گرمشونه. کیان؟ خودت؟ تو هم اینجوری؟ شما اینجوری؟ جنگلای بلوط زاگرس تقریبا از من رفت. عجب بابا. چی؟ کسایی که تو المپیاد ریاضی مقام آوردن. آها، اونا که تو جمع چیکار میکنن؟ اونا که بچه هاشون رو اشکون میگیرن میگن نکنی؟ کی این کارو؟ تو این کارو میکنی؟ نکنی؟ بچه رو اشکون نگیرین. کیا بچه هاشون رو اشکون میگیرن؟ نیشکون میگیرن؟ نکنی؟ آخه چرا بچه رو اشکون؟ خوشت میاد یکی دور اشکون بگیر؟ آچه کاری آخه؟ بچه اصلا قرار، بچه قرارش اینه که شلوغ کنه، به هم بریزه، گوش نده. این اصلا جز بشه دیگه. نه نکنی، نه. کسایی که تو گرما چای میخورن، این قبلا گفته بودیم، بازم میگیم. اونا که دوربین میخوره تو سرشون. فقط یه نفره، فقط یه نفر خودشه. تیم ملی اسکیت سرعت. دلیلش هم اینه که آیه مجید صالحی دو هفته پیش تو ایتالیا مقام اول آورده. میلاد صالحی مثلا. میلاد صالحی در کجا؟ مسابقات ایتالیا. مسابقات ایتالیا مقام اول آورده. ماشاءالله. و یه چند نفر دیگه هم هستن که توی بخش‌های دیگه دارن مسابقات می‌دن که بازن. ماشاءالله. تیم ملی؟ تیم ملی اسکیت، چون واسه رسانه‌ای کلا. تیم ملی اسکیت چی شده؟ دیگه دیگه سر شوخی رو باز کرده اون با تو. اومد آویزونش رو باهاش داب بخور برو بیا. منصور این دفعه بیای سمتش، آویزون میشه، بعد تابش بدی. تا دو دور تابش ندی پیاده نمیشه. تیم ملی اسکیت و مخصوصا اسکیت سرعت، آقای میلاد صالحی مقام اول آورده تو مسابقات ایتالیا و کلن تیم ملیمون خیلی خوش دارن، میدرخشن و دمشون گرم. دیگه چی؟ سادا، سیدها، افتخارشون. دیگه آنیتا، تو چقدر ماجرا داری؟ بگو ببینی، بگو ببینم. بیا اینجا تو این بگو بشنون همه، بیا اینجا بگو. دبستانی. وای، هم از دانشجو اومدی به دبستانی. آفرین. اصولا همه مقاطع تحصیلی رو دوست داره. چی شده؟ مقاطع تحصیلی رو حمایت میکنه آنیتا. چه قشنگ. خانم امیرسید، جناب خان، آقای جوان، آنیتا خودش هم هست. خیلی قشنگه. اینو نگرد بعد بهم بده چون دیگه دستم بند میشه. خب بریم برای تبریک و تشویق و دادن این شادی به اسامی که گفتیم. آقای اسلانی که اینقدر صبور هست. آقای اسلانی چاره جز صبوری نداره. وگرنه ما یه شادکان هم شما رو میتونه بزنه، بعدش هم خودش. به احترام همه اسامی که گفتیم بلند میشیم. و بچه‌ها می‌خوایم شادی تقدیم بکنیم. عیدم هست، قشنگ مایه بذارید، انرژی بذارید. بعضی اینجوری شادی تقدیم می‌کنن.
شادی این برنامه تقدیم به همه شما عزیزانی که اسپردیم به افتخارتون. بفرمی بریم بریم 1 2 3 سلامت باشه. چه مراسمی و سلامت باشه. این هر سال است یا امسال برای اولین بار؟ نه، از سال 95 یا 96 خدمت شما عرض کنم که بچه‌های عزیز مکتب و رضا زحمت می‌کشن. همچین جشن رو برگزار می‌کنن و اینکه هدفشون هم اینه که حالا این جشن خیابونی برگزار شه که تفکیک نشن آدمایی که میخوان شادی کنن. آفرین. و اینکه همه تو شادی امیرالمومنین سهیم باشن. برام بگو که چه مراسمایی، چه برنامه‌هایی، چه کارهایی می‌کنید. عمده فعالیتمون رو قشر کودکانه. آها. یعنی نقاشی صورت داریم، کاریکاتور داریم. آها. دفتر نقاشی بهشون میدیم، بادکنک میدیم، گل بهشون میدیم. آها. و اینکه دیگه عکس خانوادگی میندازیم. بعد عکس ها رو چاپ میکنیم بهشون میدیم. پذیرایی هم که هست و چارپای خانی هم هست. پذیرایی آب هندونه است، آب طالبیه، سیب زمینی سرخ کرده است. این اینو من شنیدم برام جالب و بود. این که سرخ کرده. بله. حالا باید اینم خدمتتون عرض کنم. اینم باید خدمتتون عرض کنم که خیلی‌ها میان میگن مثلا ای کاش اینا رو به خانواده‌های فقیر و مستمند و اینا هم میدادین. ما همچین برنامه‌ای تو طول سال برای خانواده‌های تحت پوشش مکتب الرضا داریم. ماه به ماه بسته‌های ارزاق براشون میره. تو همین عید قدیر کلی اسباب بازی‌های رنگ و رنگ و خوشگل میره در خونه‌هاشون. ولی این سه شب برای همه است. این سه شب مال همه است. ظهر قدیر هر چی که اینجا میدیم سه برابرش میره در خونه‌های مردمی که نیازمندن. گوشت میره، مرغ میره، برنج میره. خدمتتون عرض کنم که میوه میره، اسباب بازی میره. راستیتش اینه که واقعا اینو دارم جدی میگم، یعنی این کار اصلا یه نفر یعنی یه شخص خاصی اصلا توش دخیل نیست و زحمت همه یه بچه هاست و رفقا هر ساله زحمت میکشن. یه هفته 10 روز واقعا شب و روز ندارن، خواب درست درمونی ندارن، اینجا دارن تلاش میکنن که اول از همه به نیت لبخند حضرت زهرا، بعدش هم به نیت لبخندی که رو لب مردم بیاد. یکی از مصدومانه. چه خبر آقا، چرا اینجوری شدی؟ بالاخره. نه چی شد؟ اینجا اینجوری شد؟ نه. از داربست افتادی؟ بله داربست. واقعا؟ کی؟ چند روز پیش. حالت دادن.
مدیر تدارکات این جلسه هستم. مدیر تدارکات شمایی؟ بله. خب بعد دیگه آماده سازی فضا و این چیزا. سیب زمینی ها با کیه؟ سیب زمینی ها دیگه مدیر آشپزی داره. نه شما میخرید آماده میکنید تا؟ بله. زمینی ها برشتا. آقا دست شما نکنه، دست شما نکنه. مرسی لطف کردین. سیب زمینی ایده کی بود؟ سیب زمینی ها اینجا عالی. ایده کی بود؟ سیب زمینی داره بچه ها بود. دیگه دیگه بچه ها گفتن که سیب زمینی بدیم فقط. آره پشبندش هم یه آب اندونه بدیم. آره زن سرخ کرده ایده کی بود؟ بچه ها همه نه چی گفت؟ اصلا ما اینجا شخص نداریم همه گیه عجب یو همه با هم میگید بالا همه با هم میگید سیب زمینی چه تیم تدارکات ما؟ کی هستی؟ فرید، فرشید، امیر سجاد، ایمان، مهدی، علی همه جمع هم پس رفقا بله بله الان کی سید دو تو اینا؟ سید مرتضی، سید مهدی، سید محرزا او سه تا سید داریم آره ما بیشتر هم داریم خب باشه پس ایدی حسابی میگیریم بله مبارک باشه دمتون گرم که مردم اینجوری سلامت باشید جشن گرفتیم براشون حالشون رو خوب کردیم سلامت به قول خودتون لبخند آوردین شکرم برو برس فدات شد میتونی یا بیام نه میرم با اجازه برو قربونه شاد باشید بیام کمک نه میرم مراقبت تو اشکان حالا میخوام دعوت بکنم دعوت که کردم اومده معرفی بکنم از کمدین قشنگمون علی غریب سلام علیکم سلام عیدتون مبارک عید شما مبارک چاکریم همین الانی که من اینجا هستم بگو همین الان یه بار ما باید بگیم بله همین الان خیلی خیلی ممنونم گفتیم خندیدیم بسه خب آقا چند وقت پیش سر مسابقه قاطی بازی دوستانی که در جریان هستن من اینجام یه درد شدیدی گرفت بله من گفتم برم دکتر اینا دیدم پول ندارم بله زنگ زدم به رفیقم نیما دکتره گفتم نیما جان من میخوام بیام این قضیه رو حلش کنی نیما برام آدرس فرستاد من خب تهران زیاد بلد نیستم آدرس رو بلد نبودم آدرس بلد نه چرا به ما نگفتی مگه این اتفاق اینجا برای تو نیفتاد بله بله چرا به ما نگفتی روم نشد آقای جوان علی به خدا علی سر به زیر تر ما با هم از این حرفا داشتیم جوان علی خب بگو آره دیدم اینجا خیلی درد میگیره رفتم پیش نیما دکتر اینا نیما آدرس رو فرستاد من آدرس رو بلد نبودم اومدم توی شهر اینجا هم درد میکرد میگفتم آخ آقا آدرس رو بلدی اینا میگفت تو میدان توحید رو بلدی میگفتم نه میگفت من شرمندم یعنی فقط از میدان توحید میتونست آدرس بده یعنی جای دیگر نمیتونست این گم میشد میرفت میدان توحید بعد خودش رو پیدا میکرد یکی دیگه اومد گفتم آقا اینجا رو بلدی گفت میدان توحید رو بلدی گفتم بله گفت میری سمت ستارخان کوچه ناصری رو میری تو میری سمت بلوار دریا گفتم داشت بلوار دریا سعادت آبادا گفت تو که تهران رو بلدی غلط میکنی آدرس میپرسی رفت یکی دیگه اومد گفتم آقا اینو بلدی خیلی درد دارم اینا گفت میدان توحید و بلدی گفتم بله بله گفت ستارخان رو میری کوچه ناصری رو میری با بلوار دریا کاری نداری میری تو کمالی میری کمالی رو که رفتی خیابان معصومی
یهو خودش گم شد و گفت برگرد معصومی رو برگرد ستارخان رو برگرد بیا. اینجا کجا بود؟ من نمیدونم. گفت کجا بود؟ دو کلمه زد تو سرش. گفتم کمال رضایت. وای مگه میشه من یادم بره اون بیستاب کمال رضایت رو؟ یه دونه ته میگفت 30 میلیون جلو بود. گفتم کمال رضایت. گفت نه داداش این خدا شاهده دو نفری تو شهر داشتیم میپرسیدیم این کجاست آقا ببخشید آقا این کجاست؟ یکی میگفت تامسونه، یکی میگفت پورتر. خلاصه انقدر بد آدرس داد من راه خونم هم یادم رفت. وای بعد بالاخره رسیدم میدان توحید، دیدم اصلا میدان نیست، چهارراهه. آره. چرا همه چی تهران عجیب غریبه؟ حتی الان این آخرین اجرامه ولی شما بعد از این یکی دیگه میبینید. خیلی عجیبه، خیلی داستانه. خلاصه ما رسیدیم خونه نیما، گفتم نیما جان اینو یه بررسی کن یه ماینه کن. نیما بررسی کرد ماینه کرد، گفت علی جان اسپاسم داری. گفتم یا امام رضا یا امام هشتم نیما با من راحت باش نیما، فقط به من بگو خوشخیمه. گفت داداش چی میگی؟ اسپاس گرفتگی عضله است. گفتم ها اسپاس مثل آدم بگو گرفتگی عضله دیگه. بعد بابام هم زنگ زد گفت عزیزم اونجا درد میکرد چی شد؟ گفتم بابا اسپاسمه. گفت یا امام رضا یا امام هشتم علی جان خوشخیمه. گفتم نه بابا گرفتگی عضله است. مادر بزرگم اونجا بود از بابا پرسید گفت علی غریب چی شده؟ پسرم چی شده؟ گفت اسپاسمه. گفت آها گرفتگی عضله. که من و بابا گفتیم یا امام رضا. این میدونه ما نمیدونیم. خلاص نیما یه مسکن داد به من، من خوردم یه مقدار دردم بهتر شد و اینا. نیما گفت برای نهار یه منو هست، برو اونجا انتخاب کن هر چی که میخوای. رفتم دیدم نوشته نمیدونم اسکویت فیش. گفتم خدایا این چیه؟ یعنی نمیدونستم اسکویت فیش چیه. بعد دیدم توضیحات داره، توضیحات نوشته بود ماهی مرکب شده تمپورا شده. من بیشتر نفهمیدم چیه، این چه توضیحاتیه. بعدی نوشته بود بیکن. گفتم خب اینم توضیحات داره، خوشحال شدم. نوشته بود گوجه کاهو خیارشور بیکن. من بیشتر بیکن نمیدونم چیه، تو اینو توضیح بده. یعنی آقای جوان من آرزوم اینه شمال رستوران بزنم و تو منو بنویسم مثلا بانجان بزواش و تو توضیحات بزنم نون اضافه بشقاب سیر بانجان بزواش. یعنی به آرزوم برسم. علی یکی از چیزاست، یکی از غذاهاتونه؟ بله بانجان بزواش نمیدونی چیه؟ نه؟ نون اضافه سیر بانجان بزواش. دارم به آرزو میرسم. بگو یه بار تلفظ کن. بانجان بزواش. بانجا بزواش. بزواش. آره چه سخته. آره میگفتم نون اضافه سیر بشقاب بانجان بزواش. گفتم نیما جان حالا برای تو توضیح میدم. گفتم نیما جان من این غذاها رو نمیتونم بخورم، تو به پاس زحماتی که برای من کشیدی اینو خوب کردی، من میخوام یه غذای شمالی برای تو درست کنم. نیما گفت علی جان راحت باش، فقط من فوبیای سیر دارم. اوه. من نمیزم فوبیا چیه. رفتم به رفیقم زنگ زدم گفتم تو مجید جان سلام زبان انگلیسی میخونی؟ گفت بله ترم یکم. گفتم یه کلمه شنیدم معنیش نمیدونم چیه، الانم یادم نیست، ولی گفت فوریت سیر دارم. گفت علی جان داری اشتباه میگی، فوریت سیر یعنی علاقه مندی به سیر. گفتم من نوکر نیما هستم، نیما تو رفاقت کم نذاشته، سیر میزنم. غذای شمالی رو هم که میدونید دستور تمام غذای شمالی اینه که ابتدا سیر رو سرخ میکنیم. با این شروع میشه. یعنی مامان من ابتدا سیر رو سرخ میکنه، بعد میاد میگه نهار چی درست کنم. بقیش با خداه. گاهی وقتا هم ابتدا فقط سیر رو سرخ میکنیم که بیشتر الان اینه. آقا هر چی سیر تو محله بود من ریختم تو غذا. آوردم براش، اولین لقمه رو زد داد میزد میلرزید جیغ میزد کل اتاق میدوید از خوشحالی. بعد میگم مگه من نگفتم فوبیای سیر دارم؟ گفتم داداش بیشتر از این سیر تو محله نبود دیگه چیکار کنم. گفت زنگ بزن 115. گفتم ای اونام جدیدن سیر میفروشن. گفت نه عزیزم من فوبیای سیر دارم. بعد قش کرد. من زنگ زدم به رفیقم مجید که زبان میخون، گفتم مجید جان این میگه من فوبیای سیر دارم. گفت یا امام رضا یا امام هشتم سالمه هیچی. این بهوش که اومد زدم تو گوشش. گفتم آقا قشنگ بگو من میترسم. فوبیا چی؟ فوبیا میگی مسخره بازی چی دارم؟ یه کلماتو چرا میپیچونین؟ بعد الان جواب من یاد گرفتم فوبیا چیه. الکی فوبیا دارم.
من اصلا قبلش نمیدونستم فوبیا چی، اصلا فوبیا نداشتم. رفتم به محلمون، خانوادمون گفتم، همه داشتن در آرامش زندگی میکردن، الان همه فوبیا دارن. تنها یعنی الان خواهر من فوبیای سوسک داره. بعد این رفته نیما رفته بود روانشناس، شما هم داری؟ من معذرت میخوام راجعش صحبت میکنم. سوسک، من جزو پرچم دارای این قضیه. بله، رفته پیش روانشناس، روانشناس بهش گفته بیشتر بخون راجبش. به نیما گفته بود راجب سیر مطالعه کن. منم یاد گرفتم به خواهرم که فوبیای سوسک داشت، بهش گفتم خواهر جان شما برو بیشتر راجبش بخون. خواهرم رفت راجبش خون، فهمید که سوسک سرش هم به بری 4 روز زنده است، از شدت گشنگی میمیره. این بعد بمب اتم هم زنده است. ما الان خانوادگی فوبیای سوسک داریم. به نظر کل ایران باید از این بیساب بترسن. اول شیطان بعد سوسک بترسید. بابام هم گفت منم فوبیا دارم. گفتم بابا تو وگه واقعا فوبیای چی داره؟ گفت فوبیای ضرب فنی شدن. گفتم بابا جان اون فوبیا نیست، اون خاطراته، اون واقعیته، اون عادته. گفت اگه اینجوریه پس فوبیای شوهر عمتونو دارم. گفتم حالا اون مشکل نداره. بعد بابا میگه برو از بچهای مردم یاد بگیر، همه فوبیا دارن تو اسپاس. گفتم بابا جان ول کن، من نمیخوام فوبیا داشته باشم. خلاصه انقدر اصرار کرد، من الکی از دهنم در اومد فوبیای آب دارم. بابام هم تنها چیزی که از روانشناسی بلده اینه که با ترسات روبرو شو. آقا اینو گفتم، کات پارو، قایق شکسته وسط دریای خزر. میگه با ترسات روبرو شو، با ترسات روبرو شو. من بابا جان ما دیگه واقعا داریم رو به تو میشیم دیگه، روبرو نمیشیم. انقدر رفتیم جلو که ملوان اکبری گفت آقای غریب برگردی خطرناکه، آقای غریب برگردی خطرناکه. بابام گفت ما باید روبرو بشیم. رفتیم جلو، از اون ور کی گفت مستر غریب کامبک، مستر غریب کامبک. بابام گفت مستر جان تو خرید، مستر تو رو نجات داد. همینو رفتیم استخ. بابام گفت پسر تو باید با ترسات روبرو شی. آقا وسط استخ داشتیم اون قسمتی یهو گفت انداخ منو تو. چنان صحنه وحشتناک بود. غریق نجات استخ فوبیای آب داره الان. غریق نجات الان خیاطه، نخ میخواد تو سوزن بکنه، اینو بزنه نمیتونه. الان فوبیس میشه. اینو همینه نمیتونه. احساس میکنه خفه داره میشه. خودمونیم، فوبیای توف داره الان. آره واقعا. بعد من از استخ اومدم بیرون، دیدم نه تنها فوبیای آب دارم، فوبیای شونه راست بابام هم دارم. بعد دکتر میگه برو راجبش بخون. من راجب شونه راست بابام چی بخونم؟ بعد بابام همچنان بر این باوره که با ترسات روبرو شو. هر از گاهی تو خونه میاد میگه با ترسات روبرو شو، با ترسات روبرو شو. این چه حرکتیه؟ این چه، این پدر این حرکت میکنه؟ گفتم بابا جان ول کن، ولش کن، کوتاه بیا. گفت حالا اشکال نداره، بیا ناهار بخور، ناهار ماشپتی داریم. ماشپتی یکی از غذاهای شمالی دیگه است. ماشپتی؟ آره. چی هست؟ سیر نون اضافه ماشپتیه. آخه 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 خدا شکرت، خدا شکرت دارم راحت میشم. آقا ماها که نبودیم باعث بانی این ماجرا. من ربطی نداره، سر ما خالی میکنیم. به من ربطی نداره، همینه که هست. تو شهر ما بوده، ما باید جوابش. نه واقعا من میخوام توضیح بدم، فوبیای توضیح دادم، یعنی نمیتونم توضیح بدم. ولی در آخر، در آخر امیدوارم که روزی بشه که ما جدا از این فوبیاها، فوبیای دروغ داشته باشیم، فوبیای خیانت داشته باشیم، فوبیای نامردی، فوبیای کلاهبرداری، فوبیای هر چی کار بده تو دنیا داشته باشیم. ان شاءالله دلتون همیشه شاد باشه، لبتون خندون، دمتون گرم. خانم آقایان، علی غریب. خیلی خوب بود. خانم آقایان، عیدتون مبارک. عید شما هم مبارک. متشکرم. بهترین لبخند هفته از نگاه شما بین امیر حسین رستمی عزیز، داروش فرزیایی عزیز، عمو پورنگ و خانم شهین تسلیمی محترم. نگاه کنید لبخند هاشونو تا بگم کی بالاترین رای رو از جانب شما به دست آورده. ده، نو، هشت، هفت، شیش، پنج، چهار، سه، دو، یک. تندیس طلایی بهترین لبخند هفته از نگاه شما عزیزان تعلق میگیرد به
داریوش فرزیایی. مبارک باشه داریوشون، لبخند قشنگت. فکر میکنم دفعه قبلم جایزه رو تو بردی، یادم نیست، ولی به هر حال مبارکت باشه. خدمت مامان سلام فراوون برسون، دستشون از طرف ما ببوس. بریم بیایم. یک دو سه بریم بیایم. چه قولی بدین که بیرون اینجا یه نفر تا چند نفر خوشحال بشن؟ ما یه جایی هستش که یه مؤسسه، همه چیز مجانیه، به نام مؤسسه بهش میگن فجر. از روز اول بهمن شروع شده تا 28 اسفند 135,000 لباس مجانی میدیم. مردم میان میخرن، میرن میدن به جاهایی، یتیم خونه، دبیرستان، دبستان، شهرستان، تهران، استان تهران. آره. که شما با دورمینتون بیاید. آره. و اونجا ببینید که همه اونجا شادمانی رو مجانی به مردم میدن. قولم این بود که برم به بچه های سرطانی سر بزنم و یه جوری با یه ترفندی خوشحالشون کنم که رفتیم اونجا. با ترفند خوشحالشون؟ بله، خیلی ترفند زدیم. امیدوارم خوشحال شده باشن. به 50 خانواده بتونم 50 در واقع شام هدیه بدم. بریم بریم آقا، برسونیم. بله بله، دستون در نکنه، بچه ها منتظر. ببخشید که ما یه ذره دیر اومدیم پیشتون، برای که ترافیک بود مسیر. من عذرخواهی میکنم از همه شما. من به امید خدا یه تعداد از عزیزانی که نمیتونن بلیت کنسرت تهیه کنن، من دوست دارم دعوتشون کنم به کنسرت تهرانم. رود روخ ماهت هست نظرم، نظرم به غیر نامت، که این آم دگر ببرم. اعتقاد من اینه که دل هر عزیزی رو خوشحال کنی، خدا هم دل تو رو خوشحال میکنه و همیشه میدونم که مسیر درست رو قدم برمیدونم. به قلب ما تو سردارا. یه سری پرنده هستن که پرنده هایی تو قفس هستن، اینجوری درست میشن که تو قفس هستن، ولی یه سری پرنده فروش در یک محله هایی از تهران که این پرنده ها رو که تو طبیعت هستن میگیرن و تو قفس میکنن میفروشن. بریم و این پرنده ها رو آزاد کنیم. بخریم ازشون آزاد کنیم. یه جای غرق نور. من یه قولی دادم تو برنامه خندوانه، اون قولم اینجوری بود که میخواستم یک جریانی رو راه بندازم که این تا همه جای جهان هست، بهش میگن دیوار. یعنی یه کسی میاد توی رستوران یه غذایی میخره، میخوره، یه غذایی هم میخره، نمیخوره، فاکتورشو میزنن به دیوار. کسی مستمند چیزی باشه میاد میگه از اون دیوار به من بدید، یه فاکتور بر میدارن و بهش غذا میدن. مادر براش یه قورباغه جدید خرید، درست مثل قورقوری ولی خب کوچیک‌تر. چرا این همه کار دیگه میشد کرد؟ یهو قولتون این بود که من میرم کتاب میخونم. نمیدونم، خیلی در رنج و عذابم از این که اینقدر کم کتاب میخونیم هممون. بیا این بچه‌مون رو اینجوری بار نیاری. من خودم دارم تلاش میکنم رو پسرم و فکر کنم همه ما سعی کنیم بچه‌هامون رو حالا وادار نه ولی ترغیب کنیم به کتاب خوندن. من یک مرکزی هست از کودکان بد سرپرست نگهداری میشه. قول میدم برم اونجا اون بچه ها رو ببینم و یه فیلم کوچولو برای شما ارسال کنم. عالیه، دمت گرم. و حالا شما چی کار میکنین که یک تا چند نفر رو خوشحال کنین؟ دوربین خندوانه نمیتونه باهاتون بیاد، اما ما میدونیم که قول شما قول. عید قدیر وقتشه. بریم بیا. Thank you.
خانم آقایان، عیدتون مبارک. عید شما مبارک. خیلی ممنون، خیلی ممنون. مبارک باشه، همیشه جشن و شادی و سرور باشه ایشالله برای همه مردم ایران و مردم جهان. مهمان امشب خندوانه یک استاد بزرگ و مسلم موسیقی هستن، کسی که افتخارات بسیار زیادی دارن و نشانهای افتخار زیادی دارن و موسیقی کشور خودشون رو به درستی و به بزرگی به جهان معرفی کردن، کاری که بزرگان موسیقی هر کشور میکنن و باید بکنن. استاد دولتمند خالوف مهمان امشب خندوانن و من بسیار بسیار از این که ایشون تشریف آوردن به استودیو خوشحالم، هیجان دارم و خیلی خیلی لذت بخش برام دیدن ایشون از نزدیک و گفتگو کردن باشون. امیدوارم هممون همین هیجان و لذتی که من الان در خودم اینجوری دارم داشته باشیم و کیف بکنیم. پس با افتخار دعوت میکنم از استاد دولتمند خالوف. بفرمایید دوستت. با اجازتون. سلام، حالتون چطوره؟ خوشحالم میبینم ات. خوب هستم استاد. از این که شما الان تو خندوانه هستین، من داشتم قبل از این که شما بیاین داخل داشتم میگفتم که خیلی هیجان دارم از دیدن شما، شنیدن صداتون و گفتگو کردن با شما. بفرمایید که الان چند روز ایران تشریف دارین؟ چند روز اومدین ایران؟ امروز پنج روز میشود که در پنج روزی که هست اومدین تهران هستم. تهران هستین. کنسرت هم دادین؟ بله، دیشب شب گذشته دو روز، روز عید. اولا که همه بینندگان آینه نیلگون را با روز عید تبریک میکنم. ما هم به شما تبریک میگیم. شما را هم در شخصیت شما همه شرکت وردون این تالار سالان را و در تالار وحدت برنامه اجرا کردیم، برنامه دوستی، و دیشب در تالار شمس بودیم، ایوان شمس. امشب هم که باز در ایوان شمس باز یک کنسرت داریم. خوب خسته شدین؟ نه، نه؟ چون که بسیار استقبال خوب، چقدر خوب، تماشابین زیاد، بسیار مخلصان من بسیار زیاد هستن، راست گفت مثل تاجیکستان است. برای همین اگر خستم شده باشم لیکن حس نکردم. چقدر خوب، چقدر خوب. شما قبلا ایران کنسرت داشتین؟ بله، من فکر میکنم که بیشتر از 25-30 کنسرت زیاد. چون که در مشهد هم کنسرت دادم، در شیراز هم کنسرت دادم، در کرج، در تهران، در تمام سالن های بله. قریب در همه سالن های شهر تهران من برنامه اجرا کردم. خیلی عالی. شما موسیقی بسیار زیبایی دارین، هم اصولا موسیقی تاجیکستان موسیقی زیباییه و شما واقعا قطعات خیلی زیبایی رو خوندین و اجرا کردید و هم خیلی از ایرونی ها قطعات شما رو شنیدن. دورمشو رو حتما شنیدید، شاه پناه هم بدر حتما شنیدید و خیلی قطعات دیگه. امشب حتما برامون بخونین لطفا. باشه، مایلش. امشب هم برای شما میخونم هم در برنامه ایوان شمس در اونجا همونجا میخونیم. چون که دورمشو بسیار دوستان من میگن که دورمشو شناسنامه استاد دولتمند هست. در تمام جهان، مملکت های غرب، شرق، در همه جا، چون که با همین غزل مولانا دورمشو من معروفیت پیدا کردم و در هم کشورهای شرق و هم کشورهای غرب و هم در تاجیکستان. این
تاریخ چندین ساله دارد، قریب 40 سال شده است بیشتر. چند ساله بودین که شروع کردین موسیقی رو یاد گرفتن و خوندن؟ اصلا من یک چیز رو وادار شوم که خانوادگی ما سر کرده از بابا و بابا کلانم، پدر بزرگ میگن شما، پدر بزرگ و بابا بزرگمون. شما میگین پدر بزرگ چی میگین؟ بابا کلان. بابا کلان، چقدر قشنگ. بابا کلان و بابا کلان هایم همین کار موسیقی و کار کتابداری در فامیل ما، در همین اویله ما از قدیم الایام بود. بنابر همین موسیقی برای من دشواری ندارد و از بچگی از اوان کودکی در خانه تربیه یافتم. من اگر کوتاه کرده گویم، در دنیای موسیقی با دنیا آمدم و در دنیای موسیقی آموزش بزرگ شدید. بزرگ شدید. چه قشنگ. و استاد اصلیتون کی بوده توی خانواده یا اصولا در خانواده همون؟ تا وقتی که پدرم در قید حیات بود، من تا 13 سالگی پدرم در قید حیات بود و همین است که اولین برنامه کنسرت من وقتی در بین مکتب بچه ها شد، جای نمایان اشغال کردم و برای من کنسرت گذاشتم در مرکز شهر کلاه. و اون وقت در اینترنت میخوندم، بین اینترنت مکتب ها مسابقه ها میشد، آزمون ها میشد. همون سال که بعد پدرم فوت کردند، از قید حیات گذشتن، روحشون شاد بود. من بعد با برادرام و همکسا بعد خداموزی و در خانه و در مکتب و بعد تا به دانشکده و در تئاتر همین خیلی اومدیم تا با امروز. ما برای شما دست میزنیم و تشکر. استاد دولتمند، لباستون چقدر قشنگه. این لباس محلیه، لباس رسمیه، لباس چیه تاجیکیه؟ به ما توضیح بدید. لباس محلی تاجیکی است که ما چندین نمود بسیار باز از این هم زیباتر لباس های دارید. بله، همون تهمتنی فردوس وارانه لباس های بسیار عجیب داره ما. جالی. چون که لباس پهلوانی جدا از گوشتینگیری، شما هم گوشتینگیری میگم با فکرم. بله. گوشتینگیری. پهلوانی. بله بله. اون علاهیده است. لباس صحنوی ما کمی با فرق میکند از اونها. خوب لباس مهمانی میرویم، اون هم بسیار لباس زیبای شروع. هم خانم همون دارن، هم مرد ها دارن، ما داریم، همه بسیار. به هر نمود، به هر طرز صحنه ها لباس های مخصوص خودشون را ما داریم. خیلی عالی. لباس های نوروزی داریم، در نوروزی میپوشیم. در ایدانه داریم لباس های ایدانه. بله. که همه لباس نو، تازه نو میپوشیم در عید رمضان، عید قربان و همش. خیلی زیباست. ممنونم که این لباس رو پوشیدیم. خیلی لباس قشنگی. تشکر. استاد دولتمند، شما بچگیتون چه جور بچه بودیم؟ چند تا خواهر برادر داشتیم؟ ما 8 نفر بودیم، از یک پدر یک مادر، 7 برادر و 1 خواهر. شکر. از کودکیتون چه خاطره ای داریم؟ از کودکیم من خاطره زیاد دارم، چون که همیشه با موسیقی بودم و با کار موسیقی بودم. هرچند مرا میگفتن که خب این آوردن در کار، این مغازه رفتن در کار، یا بره ها را بردن در کار، چراندن در کار، می بردم می کردم، لیکن به موسیقی کار نمی کردم. همه وقت در زبانم، در فکرم، چونکه امیدم، امید یگانه ام، نقطه ای را که قلب من به نشان می خواست گرفت، این کار موسیقی و کار امروزه من بود. چاکو. یعنی از بچگی به این فکر میکردین که حتما باید موسیقی رو بیاموزین، در موسیقی رشد بکنید، بزرگ بشید و یه روزی یک موسیقیدان بزرگ بشین. بله، چون که و شد.
چون که موسیقی خودش یک دنیایی است که نه مرز دارد نه زبان دارد نه زبان دارد زبان عشق دارد بله. زبان مهر زبان بله. زبان محبت دارد نه دیگه چیز نه دیگه چیزی دارد برای همین موسیقی همه را مثل یک من همین گلها در یک کاسه جمع میارد این از کار موسیقی چقدر عالی الان کدوم قطعه رو برامون میخونی من الان میخوام که پسرم هم در اینجا هست لایق لایقشان بیان بله, بله اجازه بدین دعوتشون بکنم من دعوت میکنم از پسر استاد لایق شاه خالوف بفرمایید سلام سلام خیلی خوش اومدین سلام خوشحالم شما را میبینم در برنامه خندوانه بشم. به من صندلی اینجا بذارین لطفا متشکرم خب با اجازتون ما آماده ایم که موسیقی شما رو بشنویم و لذت ببریم بله من چون درباره غزل دورمشو گفتم که سالیان دراز بله. این غزل با من و من با این غزل هستم بله. با امروز با یک جایگی لایق این غزل رو میخونیم و همه رو من با روز عید تبریک میکنم و این غزل رو بخشیده به شما خیلی ممنون میکروفونو برداریم بفرمایید دور ما شاو
از تب زنجی منم بسته به زنجیر منم صاحبی تدبیر منم صاحبی تدبیر قطعه زیبا و تاثیرگذار و جاودانیه. متشکرم ازتون، متشکرم. ما توی برنامه‌مون یه اصطلاحی داریم، میگیم بریم بیایم، یه رفت و برگشت میکنیم ادامه میدیم. پس با عزتون ما رو به اونجا میگیم بریم بیایم. شما بگید یک دو سه. یک دو سه. Thank you.
سلام علیکم. سلام غفوریان، خوش آمدید. خوش آمدید. خیلی مخلصیم. سلامتی. ارادت دارم. سلامت باشید. خوش آمدید. شاکریم. ما یه سلام. پسرته؟ بله. اسمش چیه؟ محمد مهدی. محمد مهدی. حالت چطوره؟ یه بغل. یه بغل. نه محمد مهدی. از باباش کمروه. کادو بگیر از عموش. بیا این مال شما. درد نکنه. این اولیه مال شما. مسئول اینجا شما این؟ چه بچه‌ای هستن؟ اینجا بچه های نوباوه خیریه بهشت امروز زندگی میکنن. خب 27 بچه هستن، دختر و پسر. دختر از 2 سال هستن تا 9 سال. خب بعد چجوری بوده این بچه ها؟ یعنی چی شده که الان توی این مجموعه جمع شدن؟ سر راهی بودن؟ آره بچه هایی که تو مرکز شبه خانواده زندگی میکنن معمولا توسط خانواده حالا رها میشن، به هر مشکلی که داشتن بچه ها رها میکنن. خب توسط بهزیستی این بچه ها انتقال داده میشن به مرکز شبه خانواده. آره. اینجا دیگه بزرگ میشن و زندگی میکنن. بعد هزینه شونو کی میده؟ مردم خیری. خیری؟ بله. خدا خیرشون بده. تو همسن دختر منی ها؟ هانا هم 3 ساله. اسم دخترت هانا. بشی بشی بشی. الان تو هم بقیم. من هم بقیم. آره. تو هم بقیم کنم. آقا تو هم بیا همه رو بغل کردم. بشینی میخوام برم کادوهاتون رو بیارم. بشین. خب مهران غفوریان، به به بالاخره به قولت عمل کردی آقای غفوریان. شرمنده به خدا. ما نه، ما هم خب نرسیدیم چند بار کشید به امروز. خلاصه آره گذشته ها گذشته. اول فصل قرد دادیم، آخر فصل داریم عمل عمل کردیم. همه رو میدم. دو بشی بشی. شلوغ نه. به همه میدم. به همه میدم. نه نه شلوغ نکنیم. این مال تو. این مال تو. میارم میارم. این مال تو. این هم مال تو. این هم مال تو. این هم مال تو. بیا برو. این هم مال تو. بله اینو میخوای، این مال تو. بگیری همش یکیه. تو گرفتی الان باز میکنم. خب دیگه کی نگرفته؟ کدومه؟ خیلی از موقعی که پدر شدم رابطه عجیبی پیدا کردم نسبت به بچه ها، مخصوصا تو این سن و سال، و مطمئن بودم که هم خیلی به خودم خوش میگذره به بچه هام خوش بگذه. هانا میگه؟ آره میگه خوش میگذه. هانا غفوریان. هانا غفایون. غفایون. تازه منم یه دختر دارم. اسمش هاناه. دختر من بچه هانا آسین. هم سن شما 3 سالشه. شما همه پسرها و دخترهای من. خب یه ذره از اون برنامه بگو. البته خیلی ازش گذشته اون برنامه که اومدی. تازه قلبم عمل کرده بودم. چه برنامه ای هم شد که با خدا حرف میزدم. آره. میگفتم خدایا دمت گرم. یه بازم همینجوری به حال بده و واقعا هم ازش خواهش میکنم که همینجوری حال بده من این لذت ها رو ببرم مثل امروز. من چند باری جلوی عشق خودم رو گرفتم برای اینکه احساساتی شدم. منم سلطان احساساتی شدن و گریه کردنم. اون دختر نابینا که تا رسیدم گفت منو بغل کن، خیلی جایزه خوبی بود که خدا به من داد. منو بغل کن. چش؟ این گربونه بیرم کنم بغل کنم. فدات بشم. نمیتونی ببینی؟ من بری میبینم تو رو قشنگم. این گربونه بیرم. فلات بشم. من اسم چی خوشگلم؟ من فکر کنم جایزم امروز اون بود برای اینکه همش هم به این میگفت منو بغل کن و یه عشقی بهش پیدا کردم که نگو نپرس. و من اینو با هیچی عوض نمی کنم، این حال امروزم. بچه ها گوش کنید، من عاشق آتین شدم. این دختر منه. جا باز کنم. توشم شانسیه. نگاه کن. برو اونجا بشین باز کن. باز کنم برات. آه آه بیا. برو ببین مداد تراشه. ولی منم نمیخوام.
میخوای باز کنم برات بخوری؟ خدا شکر. مگه میشه این همه عشق تو را آدم جمع بشه؟ بیا بابا جان قربونت. مهران غفوری ممنون که به قولت عمل کردی، یه روز خیلی خوب رو ساختی برای همه. خیلی ممنون. این عید رو هم به تبریک میگم. قربونت برم. من به شما تبریک. روز قشنگی شد. ممنون که کمکم کردیم به قولم عمل کنم. ممنون از تو که اومدی. یه بار سنگینی رو که قول داده بودم تو خندوانه از رو دوشم برداشتین و خدا رو شکر. خدا رو شکر شاد هم شدن. خدا رو شکر. خدا رو شکر. ممنون. دیگه قول نمیدم فعلا تو خندوانه. اصلا دیگه تموم شد خندوانه. حالا تو دوباره بیادش. تا دوباره بیاد. آره. شما نمیخوای من رو با کسی جنگ بندازی با اون لحنه؟ آقای مهران غفوری میبینم که داریم میبازیم تو مسابقه ها. یادش بخیر. خیلی برم قربونت. مرسی برات. چکر قربونت. مرسی. خانم ها آقایان، استاد دولتمند خالوف و پسرشون لایق شاه خالوف مهمان خندوانه هستند. جناب خان هم بهمون اضافه شده. زنده باش. زنده باش. رامبو جان سلام. سلام عزیزم. رامبو جان، ما یکی از علاقمندان و مشتاقان و مخلصان استاد دولتمند خلوف هستم رامبو جان. واقعا منم همینطور. و دوست دارم در این لحظه تمام استدیو سر پا واستن و به احترام سالهای سال خلق موسیقی ناب و درجه یک توسط استاد که یه میراث جهانی محسوب میشه. بله. یک دقیقه تشویق کنن. خواهش میکنم. بفرمایید. حاج آقا بفرمایید. به قدری مو با لهجه زیبای صحبت کردن شما حال میکنم. رامبو چقدر این فارسی تاجیکی زیباست. خیلی زیباست. خیلی زیبا. استاد اومدن گفتن تلویزیون گفتن آینه نیلگون. مو عشق کردم. آینه نیلگون. عشق کردم به خود. استاد شما خیلی زیباین. ما فقط میخوام سکوت کنم بگم شما زیبایین. همین بشنوام حرف شما رو. چاکر شما هست. سلامت باشین. تشکر. خیلی خوش اومدین. خیلی خیلی خوش اومدین. جناب خان از دوستان قدیم منه، دوستان خیلی سال منه و همیشه با هم توی خندوانه هستیم و مردم هم خیلی جناب خان رو دوست دارن. جناب خان هم خیلی آهنگای جنوبی و خوزستانی و بندری میخونه. شما دوست دارین یکی از آهنگاشو بشنوین؟ باشه. خیلی هم خوب میخونه. البته. بله. جناب خان. بله. استاد ما تو جنوب ایران یه سازی داریم به اسم نیانبون، نیانبان که تو جنوب ایران خیلی مرسومه. اینه با ضرب تیمپو و ریتمای بندری جنوبی اجرا میکنیم. میخوام الان یه قطعه برای شما اجرا بکنم با عشق تقدیم به خودتون. بچه های تو استدیو هم اگه دست بندری روش نیان تک تکشون رو میبافم. یه هم گفته باشم. آره زنده باش. فکر نکنین. آره زنده باش. زنده باش. شاکرم. Yeah.
چطور بود استاد؟ آفرین، آفرین. دوست داشتین؟ بسیار عالی بود. بسیار عالی بود. رام تشکر. رام بود استاد دولتمند خلف داره میگه آفرین. بله این خیلی مهمه. دارم آتیش میگیرم رام. رام بود خیلی افتخار بزرگیه. بله. یه لحظه بیو. ببخشید اجازه میدی من برم برگردم؟ ببخشید. رام بود. بله. رام بود یه لحظه. رام بود. بله. نیهمبونم به وردار. خب. استاد برام امضاش کنه. بابا. به خدا دیونه دارم میشم. استاد امضاش کنه برام. ای خدا. آقای شاه حسین. ای وای ای وای استاد افتخار میدین نیمبونش رو براش امضا کنین؟ آقای شاه حسین ماژیک بده. بزن الان براتون ماژیک. به 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 وای 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 شفت الحيل بعيد بعيد يا سويداني. جناب خان. حاجاغای من الحجاغای الله جاغای حاجاغا سیبیل داری سویدانی سیبیل تو دوست دارم یا سویدانی چه موی خوبی داری یا سویدانی جناب خان اینجا امضا کرد. وای رام با تو دوربین باید نشونش بدی. اینها تو دوربین. وای 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 این خیلی ارزشمنده. وای وای این نیمبونو واقعا دیگه خدایا شکرت. خدایا هزار برابر شد ارزشش. حاج آقا دیدی؟ حاج آقا نیمبون خودم بهت نمیدم. ناصر نگری. خیلی خوب، خیلی خوب. رامبوت. بله. میشه ما سکوت کنم صدای استاد و شاه رو بشنویم؟ میشه؟ بله. بله. میشه دیونه شما هست. استاد شما یک کنسرت با آقای شهرام ناظری با هم دیگه برگزار کردید به اسم زبان عشق. زبان عشق، زبان بله. مادری. چطور بود اون کنسرت؟ بسیار خوب بود. در مملکت انگلیس در لندن برآمد کردیم و باز یک پروژکت بسیار خوب دیگر برای تمام کشورهای هم شرق هم غرب آمادگی داریم. صد افسوس میخرم که دوست من آقای شجریان از قید حیات رفتند. بله روحشون شاد استاد. بله بزرگ. بله روحشون شاد بود چون مهمان منزل من دن مثل شهرام ناظری هر داشتن در تاجیکستان دن و علاقمندان زیاد دارند و امروز پسر آقای شجریان هستند. همایون. بله همایون عزیز. ما در جریان هستیم همیشه. باز یک چند برنامه های دیگر انشالله تهیه میکنیم و پیشکش مخلصان مردم فارس زبان میگردیم. انشالله. هم انشالله. مردم دنیا. انشالله. عالیه عالیه. و این ترانه شاه پناه را که آقای خان خواهش کردن سر مردک خوب برای همین ترانه شاه پناه به همه شما شما و به همه تماشابینان آینه نیلگون. به 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 بشنوید. تماشابینان آینه نیلگون چقدر زیبا. خیلی ما آماده ایم بشنویم. گوش بده. آن دمی زندانی باز دمی جان شدی از قفسی سینه همچنان آمدم بیرهن یوسفم با کفن یوسفم وین تن یوسفم از دل چاه آمدم و از دل چاه آمدم و از دلی چاه آمدم.
پناهم بیگه از قیره آمدم آه نگاهم نکن برکی گناه آمدم شاب پناهم بیگه از قیره آمدم آه نگاهم نکن برکی گناه آمدم دستانیم دستی مرارت مکن بر در شاه آمدم بر در شاه آمدم شاه پناهم بیده خسته ای راه آمدم آه نگاهم مکن ورقی گناه آمدم شاه پناهم بیده خسته ای راه آمدم آن نگاهم مکن ورقی گناه آمدم استاد عالی بود جناب خان لذت بردیم بله بله صدای استاد مثل آبشار سرازیر میشه واقعا جدی دارم میگم یعنی حس میکنی نیاگارا داره از او بالا میریزه پایین وقتی استاد میخونه استاد شما به آبشار چی میگین به آبشار توی تاجیکستان آبشار میگین همونه کلمش آبشاره صدای شما مثل آبشار میمونه جاریه مثل انگار آدم میشوره میبره رام بود انگار, انگار آدم تمیز میکنه صدای شما موسیقی شما به خدا اینقدر زیباست همینطوره استاد راجب موسیقی گفتن رام بود موسیقی عشقه لطیفه
استاد خودش قبل موسیقیش موسیقی رام بود واقعا، خودش موسیقیه به خدا. کیف دارم میکنم نگاهش میکنم. خیلی متشکر. خیلی تشکر. زنده باش استاد. من سوالم دارم، این دوشنبه من خیلی شهر دوست دارم، این فلسفه نامگذاریش چیه که اسمش دوشنبه است؟ خب این را شما میکروفون داری؟ این را البته از ما دیدم مورخان خوبتر میدونند. خب اونقدر آگاهی دارم که دوشنبه قبلا شاید در زمان شوروی و قبل از آن هم یک دهه بوده است، دهه دوشنبه. بعد همین دوشنبه آهسته آهسته بزرگ شد، کلان شد و امروز پایتخت تاجیکستان شد و یک دوشنبه امروز شده است که راستیگه اگر اجازت باشد چهار میسره برای دوشنبه حتما بدون موسیقی میخوام. عالی، بفرمایید. همراهی به به بفرمایید. زنده باد دوشنبه. بینگر با وطن عالم گل افشان گشت است، یه بالا با وطن قیمت انسان گشت است، از جهد و تلاش پیشوایی ملت یه مانند بهشت تاجیکستان گشت است. عالی بود. واه واه. عالی بود. تشکر. زنده باد. رامبد. فوق العاده نبود؟ خیلی رامبد جان. ما همیشه یه دو بیت برای بوشهر بخونم. بله. حیف دیگه. آره. بوشهر هم گناه داره. بله حتما بخون. آفرین برای شهرش. زنده باش. آفرین. استاد برای بوشهر خوندم. بوشهر جنوب ایرانه. شما هم یه بار قدم رو چش ما بذارین، تشریف بیارین آبادان بوشهر. ان شاءالله میرویم. ما در خدمت شما باش. سلامت باش. شما هم بعد دوشنبه قدم بفرمایید. زنده باش. حتما. خیر شما هست. حتما. ما خیلی دلمون می‌خواست که بتونیم خندوانه رو مثلا یک هفته در دوشنبه در تاجیکستان ضبط کنیم و اجرا کنیم. خب این با تماشاچی‌های تاجیکستان و تاجیکی و خیلی به نظرمون عالی و جذاب میشد. هر دفعه این تصمیم داشتیم و هی عقب افتاده نشده. امیدواریم بتونیم یه روز این کارو بکنیم. انشالله میشه. و اونجا که اومدیم شما اونجا هم بیاین حتما دیگه. البته ما یک دوست دیگر پیدا کردیم. به 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 به. بله. رامبد یه عکس نگیریم اینجا؟ چرا؟ همه با هم تشریف بیارین اونجا یه عکس بگیریم با هم. بفرمایید. به به به. لغ جان شما هم بفرمایید. به به. ببخشید اگه میشه اونجا باشه. به چه زیبا، چه زیبا. رامبد لباسمون هم دقت کردی چقدر قشنگه؟ خیلی زیباست. خیلی پول دادم براش. بفهم رامبد خیلی خرج کردم برای لباس. شما بیاین اینجا. شما بیاین اینجا، بیاین اینجا. رامبد جان پول زیاد دادم برای لباسم، خیلی خرج کردم. خیلی خوب. حالا خوبی؟ آقا خیلی مخلصم، شاکرم. زنده باش. مخلص شما هم. شاکرم. استاد پسرتونم هم خیلی خوشتیپ ماشاءالله، هم صداش ماشاءالله به خودتون رفته. خیلی کار درست، فوق العاده، خیلی کار درست. یه عکسی میگیریم اینجا با هم. به به به. مفخر تبریز منم. مرسی مرسی. به به به. خیلی ممنون استاد. ارادت خدا زنده باش. شاکرم.
زنده باشی، زنده باش، زنده باش. رامبوت خیلی پول داده به من برای لباس. خیلی خوب. ماش. شنیدم. نگم الان. لازم نیست اینا رو الان بگی. الان نمیگم. نه. آج آقا خیلی خرج. آبرومونو نبر. خیلی خرج کردم آج آقا. چقدر هم گرون شده. چقدر استاد گرون. همیشه از یه چیزایی خیلی با اصرار حرف میزنه، اونم سر این که مثلا خیلی پول اینو داده، خیلی پول اونو داده. هی میخواد بگه خیلی خرج کرده و خیلی پول خرج کرده. ولی من هر دفعه ازش خواهش میکنم که نکنه این کارو، ولی میکنه این کارو. الان جاش نیست. نه. الان اصلا جاش. نه. هم آروم به حاج آقا میگم. خیلی خوب. باش. اصلا به نظرم الان نگو. الان به حاج آقا. استاد دولتمند، شما اگر یک تابلوی خیلی بزرگ توی شهر داشته باشین که همه ببیننش، روش چی مینویسین که همه بخونن؟ روش می خواهم نویسم که همه دوستداران موسیقی و همه را هم دوست می‌دارم و هم می‌خواهم که همه در دنیای موسیقی همیشه کی باشند. به به باشند. عاشقی در عشق موسیقی باشند. چون که موسیقی این یک دنیای صاف و بیغش. دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر که از دی و داد ملولم انسان نماز. بسیار قلب پاک انسانی همینطوره. انسان ها را موسیقی دارند. همینطوره. خیلی ممنونم ازت. تشکر. خیلی ممنون. استاد یه آهنگ دیگه هم شما میخونین برامون. بله. ممنون میشم بخونین. من فقط یه سوال دارم قبلش. بله. بله. استاد اسم این موسیقی که شما اجرا میکنین فلک سرایی فلک؟ بله من فلک سراییدم، اون دو بیتیه که برای تاجیکستان خواندم، برای دوشنبه و برای تاجیکستان. بله برای زیبو. امروز دوشنبه دیگر دوشنبه است، تاجیکستان دیگر تاجیکستان است. بسیار تاجیکستانی عجیب و عجایبه که راستگر در قطاری بهترین شهرهای روی دنیا جوابگو است. آفرین. آفرین. در زیبایی، در علم، در معرفت، در تمام جبهه هایی که با انسان مغربیت و انسان وابستگی دارند. ماشاءالله به کشورتون. ماشاءالله. بله واقعا. فلک سرایی، فلک. بله فلک. برای همین با فلک همون خواندم، میکن یک تا میخوام که لایق بخونه یک فلک، یک قطعه بخونه و بعد شروع میکنیم با ترانه مولانا آمد بهار جانها ای شاخی تر برقص. به به فرزندی بهارانی گلف شان نمنه پیوندی نیحالان گلستان نمنه آبو گلی من نباشد از پشتای پاس از خاکی بلندی تاجیکستان نمنه ماشاءالله. اینم بود یک فلک. خیلی زیبا بود. اکنون برای شما ترانه زیبای مولانای بزرگ را آمد بهار جانها را پیشکش می دهد. خیلی ممنونی. بفرمایید. آمد بهار جانها ای شاخی تر برقصا، سوفان در آمد مثل شکر برقصا، چون سوفان در آمد مثل شکر برقصا. چون اون زفت دیدی یکی
سر بریدی به پاو سر برقصا از پاو سر بریدی به پاو سر برقصا به پاو سر برقصا خیلی ممنونم. کیف میکنم. خیلی لذت بخش. آدم که شعر مولانا صدای استاد کیف میکنه آدم واقعا. واقعا. لهجه واقعا. چقدر. مولانا بادی زبان فارسی چقدر زیباست واقعا. خیلی زیباست. تاجیکستانی، افغانستانی لذت میبره آدم واقعا. استاد از شعرهای دیگه فارسی زبانان، شعرهای فارسی زبان دیگه چیا رو شما ازشون کار ساختیم؟ از همه شعرهای کلاسیکی که از اشعار آنها میخوانم، زیاد میخوانم و از اشعار شاعران معاصر فارس‌زبان ها هم از علیرضا قزوی، عباس سجادی و چندی از دیگر شاعران فارس‌زبان و از شاعران تاجیکستان بیشتر که شاعران معاصر امروز هرچند بسیاری آنها از قید حیات گذشتند، استاد لایق شیرعلی و آزار صابیر و مامین قناعت و گلنظر کلی و ولی امروز خانم گلرخسار صفیه و قید حیات هستند. خب از دیگر شاعران، از محمد غایب، از آزر، از نظام قاسم و زیاد هستن، براستی از زیاد هستن، هم شاعری باز ولایت های ختلان و زرافشان و طبیعت زرافشان و ولایت سغد و بدخشان و از شیرین بنیاد از بدخشان، از همه آنها، از عطا میرخواجه و از همه آنها من شعر خواندم. خوب دست جمعی همکاری داریم، هم با شاعری فارس زبانی شما و هم با تاجیکستان و بیرون از آنها هم با موسیقیدان ها، با آقای کهندیری که ای قومی باجرفته کجاید رو درست کردن در فیلم شکرانه، با آقای تایجانی
تایجان که کهندری علیرضا کهندری. بله علیرضا کهندری. بله بله. بعد با آقای تایجانی همکاری دارم که او در کشورهای غرب هم میرود میاد با بله. خب با دوستان من که زبان عشق را بسیار برای ما پروژکت درست کرده بود شهاب نگمان. شهاب نگمان. بله. خوب در کجایی که همزبان های ما هستند ما همیشه با اونها همکاری میکنیم و اجرا میکنیم دل مردم را شاد میگردونیم. این وظیفه ما است. می سوزیم و می سازیم. چه زیبا. خب استاد ما میخواییم که هدیه‌مون رو تقدیم شما بکنیم. یک تندیسیه که ما به مهمونهای عزیزمون تقدیم میکنیم و قبل از اینکه این تندیس رو تقدیم شما بکنیم لایق عزیز میدونم که یک آهنگی داره به اسم مادر. خیلی خوشحال میشیم که اونو بشنویم. میدونیم که خیلی حزن‌انگیز و غمباره. درسته؟ حزن‌انگیزه. بله. سازوار جایزه گردید در آزمون سرود مادر. بله. چون که مادر هم یک آفریدگار بیشتاسا هست. بله. دنیا هست. بله. همه ما هست. بله. و بیشتر این از نو باز اونقدر پریزنت کشوری ما اونقدر می تلاش دادن که مادر رو بسیار باز قدر مادر رو از دیروزه و گذشته و دیروزه ها صد مراتب هزار مراتب با بیشتر در بین مردم چون که همه باید دلی مادری و رحم مادری رو داشته باشد. همینطوره. متشکرم. لایق عزیز در یک آزمونی که در کل تاجیکستان برگزار شد در خواننده های جوان در موسیقیدان های جوان نفر اول شد. تبریک میگم. بله. ما هم زیاد دارم از این مقام ها زیاد دارم. کوشد از پایداریش بزرگ چشمش شد از بقراریش بزرگ سری گمهاره فرزندی خود مادر از شب زنده داریش بزرگ Oh,
سرم در آمدم با کل بایا ای خواب بر سرم خیلی ممنون. خب تندیسمونو بدیم. تندیس میشه شما؟ شما باید تشریف بیارین اینجا. بله. نه 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 همه تون همه اینجا همه آها. همه اینجا باید بشین. اووردیمش اووردیمش دست دومات سپردیم اووردیمش ما تو ایزه دوماریم صد و پنجا سواریم دیره میگذاریم سی خاطر عروسمون ما دوست میداریم. الان چرا ما را آوردیم جا؟ جان؟ چرا ما را آوردیم جا؟ چون تندیس ما قبلن ورداشتون گفتم تندیس استاد ما بدون. آها خیلی هم عالی. برای اولین باره بله. که این اتفاق داره میفته. استاد این تندیس برای ما خیلی عزیز و ارزشمنده. تقدیمتون میکنیم استاد. این قربون شما، این خدمت شما باشه. یه جایی بذارین که جلو چشمتون باشه. خوب گفتم؟ تمام جان؟ تمام رامبود ما میگم اینجای خورده بشین، ما استادو میخوام یکم بیشتر ببینمش. خواهش میکنم دیگه بعد خدافظی کنیم. میدونم حالا اصلا یه دقیقه اینجا بشکیم شما. خواهش میکنم میخواد شما رو ببینم. استاد بوس نکردم آخه. دیگه تو هم چیز کن دیگه. یه بوس نکنم استاد، یه بوس. خواهش میکنم قربون شما. استاد میخواد با شما روبوسی کنه. خب بیا بابا. خیر قربون شما. سلامت باش قربون شما. قربون سلامت باش. خیلی رامبو بله. یه حرفی هم دارم، شاید زیاد باشه ولی اسم میکنم نگم بده. بگو. چند وقت پیش توی کشوری که هم ما دوستش داریم هم کشور استاد دوستش دارن، افغانستان، یه زلزله اومد. وای چقدر که اون زلزله خیلی قلبمون خیلی به درد آورد. همینطوره. ما میگم تا شما اینجا نشستین، حیف امشب که صحبت کردیم یه قطعه موسیقی هم به افغانستانی ها تقدیم نکنیم. حیف که اونام سهمی نداشته باشن. حالا این کار میخوای بکنی؟ با اجازه شما و استاد. حتما استاد، ما یه قطعه از فرهاد دریا میخوام تقدیم کنم به مردم زیبا و نجیب افغانستان با اجازه شما. به به سلامت باشید. Gerdi
گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، همچو مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچو مهتاب که بر ابر حریر تابد، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، رفته از خیش و کفه پای کرا بوسیدی، رفته از خیش و کفه پای کرا بوسیدی، هی دل زار گناه تو خوشم می آید، هی دل زار گناه تو خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. زنده باش، زنده باش، زنده باش، زنده باش، آفرین رامبو استادم، تشویق زن... استاد کوچیک شمام، جسارت مو میکنم جلو شما میکنم ازن رامبو جان، کاش همین جا نشستیم استاد آرزو کنه برای جهان و خداحافظی کنیم دیگه، دیگه چی میخوایم بگیم توی برنامه رامبو؟ باشه. قبول نداری؟ قشنگه؟ بله. زنده باش استاد، ازتون خواهش میکنیم یک آرزو بکنید برای همه مردم دنیا و بعد خداحافظی کنیم. من به همه مردم دنیا و به همه بینندگان آینه نیلگونی هم کشورهای شرق و هم کشورهای غرب آرزو دارم که همیشه شاد باشند، آباد باشند و این دنیای به دنیای زبان عشق دل ببندند. بسیار در ما یک مقال خلقی داریم که در موی انسانیت خار نخلد. چقدر قشنگ، خار نخلد با موی سر کدام که نباشد، با موی انسانیت یک تار مو. برای من همه بالای سر فرزندانشان، بالای سرشان آسمان صاف بی‌غبار باشد و بالای فرزندانشان شاد و خرسند باشد. خیلی ممنونم. زنده باد. انشالله. الهی آمین. این برنامه امروز که برنامه خندوانی شما رو من دیدم، در ما این برنامه تقلیدکاری یعنی برنامه هست که بسیار خوب تقلید میکنند، از همه هنرمندا آواز میخوانند، شیرین کاری دارند و همین دوست ما البته دعوت میکنیم که با تاجیکستان بیاید. حتما از طریق چون که با هنرمندای این نمود، این نمود عالی. این ژانر هنرمندای تاجیکستان هم بسیار حتما عالی هستند، قوی هستند. در یک جایی یک تئاترهای ما بزرگ، تئاتر مضحکه داریم، بله، تئاتر لختک که همین کاری ایشون بسیار خوب، بله بله، رفقامونن
شما رو دعوت میکنیم به تاجیکستان. سلامت باشید. خیلی ممنون. خب به احترام مردم عزیز ایران میستیم، به همینطور مردم عزیز تاجیکستان، همینطور مردم عزیز افغانستان. به به، آفرین رامبود، آفرین. مخلصم. و بلند میگیم که مردم عزیز ایران، مردم عزیز تاجیکستان، مردم عزیز افغانستان، ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی. شما خیلی عزیزین. خیلی. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. خیلی. در کنار خانواده باشید، راضی، پرروزی، خوشروزی، امن، سلامت و ایشالله که همه مریض ها از بستر بیماری بلند شن. مخلصم. یک، دو، سه. شاد باشید. چیه که میره جلو بازمونه خندبانه، اون چیه که همه رو میخندونه خندبانه، میبره از هوش خندت کوش خندبانه، هر جا هستیم شبکه نسیم کوش خندبانه، کلی آدم زحمت کشیدن و خندبانه ساختن دیدن و که نکنه دلت نگیره خستگیت هم در خندبانه، اون چیه که همه رو میخندونه.